هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. نام من نور احمد خالدی است و ما امروز یک مهمان بسیار محترمی دارم، محترم نسیم ارغندیوان از شهر سیدنی استرالیا تشریف آوردن به شهر برزبن و ما فرصت پیدا کردیم که در مورد تاریخ افغانستان و هم صحبت های بسیار خوب داشته باشیم. ما خود محترم ارغندیوال خواهش میکنم بعدا که خود معرفی کنن، طوری که همه ما میدانیم علاقمندی به تاریخ افغانستان و دانستن تاریخ افغانستان، تاریخ معاصر و تاریخ قدیم افغانستان روز به روز زیاد شده میره در میان جوانای ما، در میان مردم ما و برداشت های مختلفی از تاریخ وجود داره. این برداشت ها بالای نظریات و عقاید سیاسی امروزی بسیاری از هموطنان ما تاثیر انداخته. ما خوشبختانه برای من از موجودیت ارغندیواسف در شهر سیدنی با خبر شدیم و ای که ایشان در تاریخ قدیم کشور ما مطالعات بسیار مفصل دارد. معلومات را که محترم ارغندیوال جمع‌آوری کردن بسیار در مورد روشنی میپرده و ما امیدوارستم که به مو اندازه که ما به نظرشون علاقه گرفتیم، هموطنان محترم هم به این مسائل برایشان جالب باشه و مطمئن هستم که جالب است و نو است و بسیاری از این نظریات به غنای دانش تاریخی ما میافزاید. محترم ارغندیوال از پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ شده و مدت باعث عضو کتر علمی پوهنتون حقوق هم موظف بودند و متعاقب نظر به علاقمندی شخصیشان برای خدمت به وطن در اطراف و اطناف کشور به کارهای اداری مشغول شده، مدتی هم در وزارت امور خارجه به کار مشغول بودند و بالاخره در لیسه حبیبی شهر کابل به وظیفه مقدس معلمی هم پرداختند. با تشکر از مهمان نوازی و لطف شما خالدی سیب محترم، از اینکه برای ما وقت دادیم که کلیگ پای مرا گوش کردیم در هفته اشتاد و ایزامت کشیدیم و پیشتان با ارزش بود. ما هم در این سالهای مختلفی که به تاریخ افغانستان علاقه گرفتیم، اول باید بگویم که چرا علاقه گرفتم. با وجودی که من خود برای شما معلوم که فاکولته حقوق و علوم سیاسی که به گذشته تاریخی روی سند و چه گپ میزنیم، فرض کنید یک دعای زمین است، یک چیز است، شما قوالیش میخواییم، قوالی قوالی شریعت میگویم، قوالی شریعتون چی است؟ علم و کتاب های قدیم. برای شما به حساب قواله قدیمی مملکت ما قواله ها را جمع کردیم. این علم و ریگ ویداس که بهترین معتبرترین قواله است. بله ریگ ویداس باز آوستاس که تمدن یک هزار تا دو هزار سال بعدش باز آوستا که این دمی کشور ما به وجود آمده، پادشاه های کشور ما که گشاس یا گردشت است این به رسمیت میشناسد دین زردشتی را و حتی که در قسمت بلخ میره پدر دی بیتنیکه یا اطرت به اونجا که اشارش هم در چیز هست در چیز هست در گشات نامک پیشم هست ارجاسب شای تویان از اون طرف دریا که در ایانو سرحد بازپین شده بود و میگه که جنگ مذهبی میکنه که تو چرا زردشت قبل که دیدینش به رسمیت قبول نکنی باز لعره هست یا غرفشت میگه نه اطرت پدر غرغشت میگه که او در معبد است پدر از او خویت شد که این غرغشت کار کرد و رفت در روم و دختر بخشید که این واضح شد برای مردم ما خواب غرغشت را دوستان نه خواب پرینسپ امیر به کشی میگم نه نه خواب منظور شما از غرغشت یعنی غرغشت است که یکی از اقوام پشتون است؟ بله ترینه که میگن بله امیر بگو چه ارتباط امیر با گرشاز شما وقتی که گرشاز نامه رو بخونید در اونجا میگه که
چیز فردوسی توسی یا همزمان هم هستن امی اصد توسی و فردو از یک منطقه هم هستن که از توس هستن او میگن در حق گرشاز که یک پهلوان بسیار معروف و در اکثر مناطق و جنگ ها فایق و پهلوان بزرگ است نام از دور نمیگیرد بلکه از رستم که در آوستا هیچ از او ذکر نشده خب شما میگین که در شاهنامه فردوسی اسمی از گرگش گفته نشده در حق از او گفته شده یک دو جمله آمده کم ولی چیز من یک دفعه از خودت تکمیل کنم گرشاس میگه که باید چیز اصد توسی میگه که من که در شاهنامه دیدم ای در حق دی جفا کرده بله و رستم که باعث پهلوان بسیار کلان معرفی کرده ای از افراسیاب به چی چیز غرغش شکست کرده و در حالی که گرشاس در هیچ جنگی در حالی که در تا چین تا کابل زندگی از خود در مناطق کابل زمین و زابل و این مناطق بوده و مرکزش هم تقریبا گردی بود و دین زردشت هم در اینجا به رسمیت میشناسه این میگه در هیچ جنگی مغلوب نشده از این نام نمیگیره از این بحث پالمان نمیاره من از این خاطر گرشاسنامه رو شروع کردیم که من حق گرشاسفه یا کراسفه یا غرغشته که باز احمدعلی خان کوزات یک کتابی به عنوان گرشاسف یا غرغش نمیشه میکنه که یعنی این گرشاسف یا غرغش یک آدم است که دمی اسد توسی در کتاب خود به در یک شیری که شیرش در آفزیم نیست در دیروز برتون گفتم در اون چی که در اون چی میکنه که اطرت تو نمیم سربن و بید یا خود سی قوم پشتون است خود سی قوم پشتون است بله خب شما این سی قوم پشتون در گرشاس نامه توضیح شده بشه بله داشته باشید خب این سی قوم پشتون در گرشاس نامی اسد توسی بله توضیح شده بله و این تمام داستان ها حتی جنگایشون از کلش حتی همی قصه لرزب یا اطرق پدر امی گرشاس شاهنامه را میشناسته در خانی هر کس هست بله شاهنامه چرا این کار شده دلیشم بود برتون میگم شاهنامه دکترین فکری مردم ایران مثلا ناسیونالیسم ایرانی است کسی گرشاس نامه را نمیشناسه زیاد کم میشناسه تنها دانشمند چرا زیادتر به این دانشمند اینا رو میخوایم بختان بگیم اینه من وقتی که این کنشکاو میکنم به خاطر این سب که شما را میخوایم بیارم در اون نقطه که توضیح کنیم چیلی توضیح کنیم توضیح کنیم که نامه را در این تمام داستان ها قصه ها همه افسانه ها مربوط به کسایی است که در کابل زمین و زابل زمین در این مناطق زندگی میکرد ولی مربوط به قهرمان های افسانوی چیز هستند افسانوی که تاریخی یک توش افسانوی نه نوشته شده این وقت تاریخ هست این دیگه باز چی نه خب افسانوی این سب اکثرش جنگ های نه کنیش خوب سر از روش بخیر به تفصیل دارد توضیح کنین که چرا چی فرق تفاوت داره بین گرشاس نامه و شاهنامه دین زردشت در زمان غرغشت یا میگرشاس در امید کابل زمین که در وقت از کوه پرپومیزاد تا سن در ادامه داشت بسیار وسیع بود یک کابل تناسایی کابل نه غرغشت یا گرشاس که پسر لر اسب یا اطرد است که از شاهان کیانی گفته میشن که کی قباد و کی خسرو و بالاخره باز یعنی لرزب بگه چه باز به این معتقد است که لرزب یا چیز این پادشاه نبوده بلکه کلام بوده و چه دیگر شاس پادشاه بوده کلمه کی به سر ازی نیست در باز جواب میگه که کی از کی بر شاه خطاب میشن در وقت گرشاس در اکثر جنگ های زابل و کابل و تا چین و تا نقاط مختلفی که در جنوب هندوکش قرار داره و در شمال تا بلخ و تا این مناطق موجود افغانستان ای اشتراک داشته و حتی تا چین و اینا خویزم غرغش داشته باز
پدری غرقش که لرز بیا اطرد ای یک لرز که اینا بمیگم به نام از پای خود اکثر ایشاهان یا یاد میشد چرا از به وقت موچی عمده بود وزیه انتقال و اینا و هر کس کسب خوب میداشت به نام چیده میداشت مثلا زردشت پدرش پور اسب میگفتن یعنی سایی به اسب پیر نه و این چیز شکست میده و پس میده یک سوال بسیار عامیانه چرا مردم معلاقه بگیره که راجع به غرقش میفهمه؟ امیر میتونیم تازی کنیم چه اهمیت داره؟ ما نگفتیم که شما علاقه کس بگیره یا نه؟ من میتوان میکنم نه شما سوال میکنیم خوب میکنیم اما در کل معلومات آدم باید علاقه کسی با تو بگیره علاقه چرا علاقه بگیره؟ نه که چه اهمیت داره به تاریخ ما؟ گرشاس یکی از ستون فقرات تاریخ قدیم افغانستان است خب کی هستی آدم؟ غرقش یا گرشاس نام داره از کدام قوم است؟ قومش به نام قوم بوکیانی یاد میشه قوم سلسله پادشاه بله. که اینا سلسله پشتون از ترینیکن میگفتن که غرقش است، سربن است و بیک است پدر و پسر با دیگ نیکا وم چون چی بود کلان بود و یوم چرایی در جنگ ها بسار رو داشت و اهمیت چیز میکرد از این خاطر ایرم به حیث کلام بسیار خوب آیا شما گفتیم که این همزمان بود امی حوادث که با حوادثی که در شاهنامه از طرف فردوسی توسی نشته شده فردوسی زیادتر فرق در چیز اردوش در نامه است اردوش شروع شده فردوسی زیادتر در قسمت های شمال افغانستان و غرب افغانستان که با ایران نزدیک است او قسمت زیاد اتکا کرده و داستانایش در اون طرف است قهرمانای شوم است بله بله و در جنوب که زیادترش قهرمانایش اینمی گرشاس یا خفش خب اینا شما فهمیدین که در دیر صحبتایتون فهمیدین که جواب تکمیل کافی است کافی است شما فهمیدین که سلطان محمود غزنوی طلا نداد برای وعده کرده بود که برای فردوسی طلا بده بعد طلا من نگفتم این همین تاریخ های چی نمیشه شد پسانا شما بگو شما بگو که بعد کردیم اشاره کردیم شما اینا رو بگویم که چرا امی نظر خاطقی داد طلا نداد سکه رو نداد این رجوعش اگر شست گفته آجت ما نیست ما آن متوجه شدیم که چرا ایتو نشده بیشتر خبر نبود بسیار این چرا ایتو شده اگر شست میگه در کتاب خود در مقدمه کتاب خود اسد توسی میگه اسد توسی میگه ببخشین خوب بله درست است اسد توسی در چی خود میگه که چی جفا کرده در حق فردوسی جز یکی دو بیت دیگه هیده باش در حالی که قهرمان این منطقه آریایی امی آریایی میگم آریانا امی چی دست گرشاس که هست بله این جز یکی دو جمله دیگه در باریش نگفته و من مجبور ساخت وجدانم که من چیز کنم این کتاب نمیشته کنم کتاب نمیشته کنم به این خاطر این شروع باز چی میکنه و در تمام از این اینمی رقم داستان های جنگی است مثل که در شاهنامه هست بله که در این قهرمان چی بازی می گرشاس بیا قدرش نست خب شد جواب تمام اینا رو جو به همی سلطان محمود هم شده سلطان محمود هم در اون قرم زندگی میکنه بله و این متوجه شده که اول وعده اطلاع داده پس اون که دیده که ایراستی کسایی که در آوستان نامشد اون میگه که گرشاس بیا قدرش در آوستان نامشد حتی در بچهش که به نام در اونجا پشتون نوشته شده یا پشتون تقریبا میشه اما در آویستا به نام پشتنو ذکر شده ایره چیز امید پور داود در کتاب به یشتای خود نوشته محمد پور داود دانشمند ایرانی بله بله دانشمند اکثر این معلومات دانشمند های اونجا بسیار کمک کردن چرا که وقتی در تاریخ قدیمی خود میده امرای ما مشترک هستن بله پس شما با اساس تحقیقات شما کلمه پشتون در خود اوستا آمده بله بچه غرقه چهار بچه داشته خواه. که کلان از اسفندیار کلانش پشوتن نمیشته است اونجا بله من تلفظش به دقیق نمیفهم که به چی شکل میشه خب ممکن که پشوت تیش پیش داشته باشه همین پشتون بوده باشه اما در آوستا پور داود نمیشته میکنه که
چیز و میده ترجمه و چیچه میره که به نام پشتنو بودن نه پشتن. بسیار خوب، پس ما از زبان یا نوشته یک دانشمند و معرف معروف ایران که محمد من صفحه و چایشم دیروز در خود برتون چی اسم کتاب شد تا نه سند کتاب شد از پردام یشتا که کتاب معروف آویستاس ای تعلیف کرده ترجمه کرده ترجمه و تعلیلش چی نیست تعلیف خود پرداوود نیست بلکه یشتا را ترجمه کنم خوب به زبان آویستایی من داری میبیستم که بسیاری مردم به این معتقد شدن اشتباهن که میگن بر اساس نوشتای خود بعضی پشتون ها که ویدیوهایش وجود است در یوتیوب که میگن ما از قوم بنی اسرائیل هستیم که در آمد بودند بنابراین ما ثابت که به اساس صحبت های شما ثابت شد که این درست نیست قوم پشتون امرای قوم تاجک و دیگه اقوام در این زندگی میکنن از اقوام اصیل و رئیسن که از 5000 سال قبل در این زندگی میکردن از 20000 سال قبل از 20000 سال قبل که این بگوش که به قسم اسطوره گفتم بوده با در 3000 قبل میلاد داخل تاریخ و حتی چرا فرق تاریخ و اسطوره و یارو شما میفهمید بس یا بگوین اما نمیبانم نیده و یا در این زندگی میکردن و ای در اسناد در خود اوستا ذکر است و ما این میبینیم که حتی قصه های مانند گشراس ابن نامه که از غرغش صحبت میکنه که این همزمان با قصه های شاهنامه فردوسی این در اون زمان واقع میشده در سرزمینی که فعلا ما افغانستان نامه اوی تو شده چون که به سرس چیز فردوسی کتابایی بوده که امور قهرمان خود قرار داده معلوماتش ممکن دیگه کم بوده اما اسد طوسی کسی است که آخری استاد زبان پهلوی است و در زبان پهلوی آویستا بسیار دقیق به 186000 حرفش در اون وقت جمعوری و نوشته بوده و یه آدم با مطالعه از او ایگر شاست نامه رو نوشته بله اسد طوسی یعنی به اختیارش میمونند و حتی در این قسمت من از خاطر زیاد چیز نمی کنم یعنی ستاپ نمی کنم که ما بسیار قدیم گپ میزنیم در آله که در یوتیوب چی می اندازن یا این مردم چی میگه من دیگه علاقه نمی اگه به یاد شما باشه من در اول برای شما گفتم که شما علاقه ندارید من میفهم شما چند این بار من گفتم مردم کامل علمی اکادمیک اینمی نامش هم از خود یک گپی که نمیفهم بجاز یا بجاز گفتم مروارید ها یا جواهر را که من از کتاب های قدیم تاریخ افغانستان جمع آوری کردیم به دامن شما جوان ها میگذارم که به هویت اصلی خود منطقه و فرهنگتون آشنا شد. بله اینا محترم ارغند ورسد شما نصف که شما این چندی بار تکرار کردید اما جوانای ما مردم ما امروز با آنمو کلپ هایی که در یوتیوب است با آنمو سخنانی که در اینترنت در به اصطلاح الکترونیک مینیا موجود است در مورد تاریخ افغانستان هر روز آشنا میشن هر روز گوش میکنن میبینن بنابراین ذهنیت از او تحت تاثیر اینمی نو برداشت ها قرار میگیره صحبت هایی که شما فرمودین و اون قسمی که ما حالا میبینیم واقعا و اون قسمی که شما توضیح کردین مروارید ها و گوهر هایی است که خاکسترش شما پس که این و من کوشش میکنم که پف کنم این خاکستر ها را از سرش دور کنم و این به خدمت منطنهای خود قرار بدیم و به خدمت عزیزای خود قرار بدیم که تاریخ واقعی کشور خود را بفهمند بسیار تحلیل خوب بسیار گپ خوب گفتیم فرق گپ ما با شما چی که من میگم که اگر چیز فهما یا کسایی که به تاریخ قدیم یا ما قبل تاریخ ما علاقه مند است اونا اگر در مناظرات علمی بشینن این چیزا را و دومی که کتاب ها در این مورد موجود است من خود نه در وقت زندگی میکردم نه از خود کدام جمله ساخته اینمی کتاب ها بود که من از روی استفاده کردم و جمع کردم اینی کتاب ها موجود است اینی کتاب ها را به دسترسشان بگذاریم که خودشان بخونه خودشان تنقل کنه
ببخشید چند تا دیکتاتور نام بگیرین البته بله من تو در ریسرچ کم ریپیت اولش مهمترین که ما از وی استفاده کردیم دمی چا و ویدار خوب برای شما گفتیم که دانشی شفه ایمان آمینه و چار ویدا بود و اترش در هند شده وی سی ویدای اولیسیم گپا دیگه آویستا که آویستا به پنج قسمت تقسیم شد ویس فرتس اولش یعنی ساز گاتا اول اولش است که او تقریبا چار پنج ست سال قبل از دیگه ویدا جاز کتاب های آویستایی است بعد از او چیز است ویندی داد است که من تقریج عرفی وی تاریخی در اون زکر شده و یشت هاست یا نیایش دعا اینا منو میتن در این کتاب ها کتاب هاییست که در وقتی زردوشت چی شده؟ به نام کتاب زردوشتی یا برشت کتاب های آویستاییست برست که قدیمترینش گاتا است بعد از او یعنی ویندی داد و یسنا ویسپرد و یشت هاست بله که یشت هایی که تقریبا آخر همه آویست هاست ای در بین 800 تا 1200 قبلی میلاد بس چی شده؟ تزمین شده بس و این همی پول داود بسیار خوب چی میکنه که اگر ای پیش آجومی بود چرا باز ایرانی ها فکر کرده در قرن 6 قبلی میلاد بوده اگر به این زمان می بود از شاهان اخومنشی یاد میکرد از شاهان ماد یاد میکرد در حالی که هیچی نمیشناسد نه شاهان فارس میشناسد نه ماد میشناسد کتاب چیز یشتا و نه باختر میشناسد باختر کلمه ایست که بعد اسکندر این نام پیدا شد اینجا را نمیشناسد بنابراین این چرا مادها در 708 قبل میلاد اینا ای باید از قرن 6 پیش باشه بله بین قرن 800 تا 1200 بوده کتاب های دیگر نام بگید آخو این دومش آویستا شد یا آویستا رو اون می نگیم تاریخ تمدن ویلدورانت سه جلده بسار کرد دیگه خلاصه از این علایده جلده است که اونا رو بسرده کنیم کتاب هیرودوت که راوسن ترجمه کرد و در کتاب خونه هیرودوت یونانی رو میگید بله بله کتاب چیز یعنی تاینبی مورخی بسیار من نام چی هست؟ رونالد تاینبی نام کتاب چی هست؟ چندین کتاب داره تاریخ تمدن شما تاریخ تمدن شرق میانه؟ بنام نه بنام تاریخ تمدن خب تاریخ تمدن چندین کتاب داره که یکی دیگه به 14 فلسفه و چی میشه آدم بسیار کلان است این مده اونجا او بزن براتون ذکر کردم که در افغانستان آمده بود بس در 1329 و در او وقت میگفت که اینجا موزیم شما اسناد بسیار با ارزش و قدیمترین اسناد تاریخی داره بسیار و تا مزاقم گفتم کرد که کوزاد ترجمه شمی کرد گفت ای هم یکی از اون اسناد قدیمی کنست که این از این وقت است نه چیز این کتاب عزیز مدام چه خود تقریبا 23-24 کتاب یک تنها نمی قسمت شما از کتاب سه جلد کتاب کوزاس بین نام بله نمای یعنی سه جلد به نام یک جلد باری چیز پیشن از قسمت اول دوم سیم یا تاریخ مکمل افغانستان خب دیگه چیز از گرشاس یا گرخش آمده که خانه کوزاد این دیگه کتاب شد که یارم خریدیم پیشم است بابرنامه است این پیشم است کتاب بابرنامه یه خوب پس آمد در قرن 16 سینه میمانیم من امو گذاریم خواهی استفاده شده به میگه در خیلی کچی من بوده قسمت نام پرت و خراسان میتونه پس اون نیست که برداشت از اوست بله دیگه چیز است یعنی کتاب چیز حدود عالم حدود عالم میدن مطلب بله شاهنامه است گرشاس نام است یکی گرشاس زین الاخوان گردیزی رو شما دیدید؟ بله بله خود دیم مدرتون بودم گفتم که اتون تعداد اقوم و بله مطلب کنیم که بریزی بود دیگر یخ پسون است در وقت اسلام است من خود چیزای پیش از اسلام میگم بله خود داری خمش کرده دین زردوش آدم مطالعه میکنه یعنی می تمام عبادات که در اسلام است در اونجا بوده پنج وقت نماز دوزر جنت بهشت و هست میگفتن و چیز میکنن و این فرقشن با تمدن ویدی کم است منطقه در تمدن ویدی
مثلا نور برای نور ارزش زیاد قائم بود به نام دفع زیاد میکردن که ما در پشتو فعلا دیوا میگیم نه و او سه روشنی که در آسمان آفتاب و ستارگان و مهتاب و اینا را چی میکرد به نام اسورا وقت باز پسان داری گفتم در تمدن زردشتی سین به هی تبدیل شده مثلا سنت هم شده سیندو هندو شده همین بارت های که طرف رده اون کشور به نام هندو یاد کردن اگر نامش اصل بهارت نامش بهارت هست سین به چی سومار هما گفتن چی در زرتشت در تمدن ویدی عقاید مذهبیش باید اگر علاقه داریم که برتون تشریح کنیم بسیار مهم گفت است و ساختار دولت اون بسیار مهم است و ای که یا رب نوا یا خداها را چی یکم پرستش میکنیم شما این فرمودین در دین خوی یا قدران بفرد شده قبلا او هست در این دو سه روزی که شما میمان دوزی کردیم لطف کردیم و با حوصله گوش کردیم و ثبت کردیم ما بودم به خدمت علاقمندان میمان شما بودم محترم غنی واسد در این بردی صحبت ختم کنیم اگر ما یکی از جوان ها پرسام کنه از شما که برای ما یک کتاب نام بگیریم که من می تاریخ بخوانم و درست به طرفانه بفهمم تاریخ افغانستانه یا سرزمین خدا کشور خدا کدام کتاب شما پیشنهاد میکنین بخوانم؟ من بهترین سوال شما کردیم و بهترین جواب ای خواهد باشد که شما هر چقدر کتاب های قدیم بیافین مثلا ریگ ویدا یعنی اول خود تاریخ قسمت اول و دوم و سوم تاریخ مکمل احمد علی خان کوزاب بله چرا این موجود دست جوان ها ممکنه زیادتر علاقه بگیره در این کتاب زیادتر گرشاست بیا در هشته گرشاست نامه اصل توسیره مروج و زهب مسعودیه که هم در حدود هزار سال قبل چی شده دو جل داره این پیشم هست ما یا کل شخریدیم پیش موجود است یعنی به این سند قواله ها نگاه کردیم هر کسی که در این کدام اعتراض داره به این هم شد چیز بگیم در من بگذار و صفحاتش نشونی کردیم بسیار کار کردیم این کتاب را بخونن میخواستم این بگم که ما یک تاریخ بسیار درخشان و غنی داشتیم که این در مکتوب وجود داره برای ریسرچ و تحقیق جوانای ما و این تاریخ قدیم ما بود تاریخ بعد از اصلی ما بسناخوردر بیتاتون بیدرد بیمارد و میراث تمام مردم افغانستان است ما که فعلا در افغانستان این واحد اداری داریم که از سال 1947 به این طرف ما به صورت کشور مستقلی که در اینجا ساخته شده و این موجود است به حکم تحت هویت افغانستان به اصطلاح از اونمو تاریخ تمدن قدیم ما از 5000 سال به این طرف ما میبینیم که سلسله به سلسله داکتر سیدنی یعنی سوهی چیشی یا وجود داره و خصوصا دولت ساکا که به نام سفاریا عربا سفاریا یعقوب یه قدر مختصر و خراب رقم نمیشته شده در تاریخ های ما که بالکل امیهویت اجاره گم کرد یعقوب لیس کسی از قبیله ساک پشتون ساک پشتون گفتی؟ ساک است بله این ساک همی که فیلن در افغانستان هستن یاکیستن یا اصلا پشتون هستن خب پس شما میگید که سفاریا که در سیستان بله میکردن مرکز حکومتشون زرنج بود زرنج بله یا درنگ یا زرنج یا کنگ گمد وقفته کل مرکز چی قبلیش به نام کنگ یاد میشه مده اونجا بود کنگ است بله بله و این میفهمین که ببخشین شما حتما خوبتر میفهمین که این سفاریا یا قبله از کسی بود که گفت ما میخوایم به زبان مادری خود گپ بزنیم یعنی به دری گپ بزنیم در حالی که پشتون است بله این آن زبان بله. من گفتم دری زبان رسمی و علمی ما بوده از دولت های پشتون بله یعقوب لیس امرای چیزی اینجا اجازه بکنی ضرور گپ از ما باید بگو یعقوب لیس در وقت خلیفه اموی المومن یکی از او ای در جنگ ها در اونجا مومن میرم تاهیری ها اولین کسایی بودن که زبان دری را به حروف عربی نشته کردن قبل از اون بله قبل میخواستم میده برتان بگیم آه خوبی این مرمات که برای من بله که تاهیری ها وقتی که ما به میشک این زبان دری را که بعضی ها فارسی هم در ایران میگن و در کشور ما هم فارسی میگن این اصلا زبان
دریس و این در اصل تاهریو با خلاص ملخط عربی نشته شده درست و این بعد از او ایش بمی رسم ملخط این کشاف شده و برق با غلب رسم بله دکتر سموترم نمیگه اجازه بتیم منتقل چی میکنم گپتون تایید است لیکن ما که زود مداخله میکردم به چیز کردم دلیلی است که تایر پوشنجی که از زندجان موجوده ایران هست ای از خطبه چی خیلی پرانداخت در اون شهر اول که به سلطنت رسیده بود که باید چی کنن استقلال خیلون کنه و از اون قطع کنه اما در اون شهر به شکل نامرموز کشته شد ای هیچ فرصت برای این گپو نیافت کدام گپو نیافته؟ به زبان عربی قبلا نه ای که کلمه بودن قبلا این گپایی که شما میگین سعیست برای بی که ساخته بود اما خود ازی به شکل مرموز کشته شد درست است این خیلی که کشته شد بر ما احمد از طرف میچا یعنی یک قدر یا در امور ما مداخله میکردن عرب هم میگین به عرب چی ما در استعمار خود در ای ساها امام قطعبه را اگر چی گفت من که بگویم کس خفه نشه این بخی چیز است در کتاب عبدالله عبیبیرم در این کتاب عبدالله عبیبیرم در اون میگه که یه بحثی در این ارتباط ندارم خب اما کتاب از اون عبدالله عبیبیرم خوبیش هست تاریخ افغانستان که تازه نمیشته شده اونم بخونه هر کسی یعنی فرق کنش یعنی منظور ما این بود از این بحثای ما که چرا تاهری ها و سفاری ها را آوردیم میخواییم بگویم که ما بعد از تاریخ بسیار قدیم مکراجی و اوستا صحبت کردیم استعمال فرهنگ عربی گرفتیم شما سامی بله بعد از معرفی اسلام بعد از آمدن اسلام در این سرزمین ها بعد از اینکه ما در از سرزمین های فیلی ما زمانه های سلسه های خاندان های حکومت کردن که از این سرزمین ها برخواسته بودن از جمله طاهری ها مثلا کسایی بودند که برخواستند و زبان دری موجوده را بر رسم الخط موجوده را یا رواج دادند انکشاف دادند بعدا سفاری ها یا قبل سفار که در زرنگ یا کنگ که فعلا در افغانستان موجود است در اینجا حکومت میکردند و یا اولین بار شعر و زبان دری در اصل یا گفته شده و یا عمرای مستقل بودن در اینجا خود مستقل میدانستن از خلیفه بغداد بعدا ما میبینیم که غزنوی ها در اینجا میان که در غزنی زندگی قدرت دارن و یا از غزنی یک امپراتوری بسیار بزرگ میسازن نه در امپراتوری بزرگ از سیاسی میسازن بلکه فرهنگ این سرزمین بسیار انکشاف میدن در اصل غزنوی ها تمام بزرگترین شعرا و ادبای های سبک خراسانی در باقی جمع 400 شاید دیگیم 400 جمع اجازه بکنیسیم که من میخوام خلاصه کنم زیب آخر صحبت های شماست غزنوی ها این فرهنگ انکشاف میتن سبک خراسانی شعر به تمام سرزمین ها از شرق تا غرب انکشاف پیدا میکنه تا هندوستان و تا ایران امروزی در حالی که در وقت در ایران امروزی شعر گفته نمیشد هنوز شعرهای وجود نداشت هیچ یک شاعر معروف ما نداریم که به اثر در شیراز بوده باشه یا در تبریز بوده باشه یا در اصفهان بوده باشه یا در ری بوده باشه یا در تهران بوده باشه ما تمام این شعرها رو که میبینیم همش در سرزمین فیلی افغانستان بودن یا در ماران نهر بودن که از غزنی داره میشه متعاقب از این ها ما میبینیم غزنوی ها رو میبینیم غوری ها رو میبینیم که در اینجا قدلم میکنن غوری ها سرزمین هند میگیرن زبان دری رو میبرن به هندستان و این امرای اقوام پشتون یک جای شمال هند اسلام گسترش میتن در تمام شمال هند انکشاف میتن و این چیز شهاب الدین غوری غیاث الدین غوری در هرات عمرای بودن که در هرات زندگی میکردن در هرات بودن همچنان دهلی بودن یک تعداد عمرای از یک برادر در هرات امیر بود یکی در دهلی یا در لاهور امیر بود و این سرزمین ها را اداره میکردن از این سرزمین های فیلی که ما به نام افغانستان میشناسیم بنابراین این قسمی که میبینیم تاریخ ما بسیار تاریخ غنی است که ما تاریخ فیلی ما تاریخ سیاسی فیلی ما استوار است به این تاریخ غنی قدیم ما که سبب افتخار ماست بسیار تشکر محترم دو دقیقه این وقت میتونیم
ما به یقی دستم که اگر چرا مسئله تاریخی قدیم افغانستان یا هویت ملی ما زیادتر میخوایم چیز کنم و پیشتر گفتم که یک تمدن هند اروپایی که از هند شروع تا اروپا میره اگر ما در این وقتا موضوع ایران و افغانستان و فارسی و پشتو این گپ خود او سو بگذاریم سر از این صحبت کنیم که امی فرهنگ آریایی در آل در ایران هم اونا دانشمنداش اقدر کمک کردن که من در کتاب تاریخ دهزاری سال ایران که عبدالعظیم رضایی نوشته کرده این همین موضوعاتی که ما در اینجا در جهان میگیم ما خود شریک میگیم چرا از اینجا رفتن بله همه طور امی محمود کویه یک کوششگر دیگر ایرانی کتاب ایرون از یادم رفت کویه نوشته میکنم او میگه کمی سومرون از اینجا رفته از این شما غرب از این مرد گرفته و او سومی نیستن و این همی رقم همی چیز پرداوود و همه کسایی هستن که در کوشش میکنیم میکنن که ما میکنیم ما شما جمعا که فرهنگ سوچه آریایی رو به جوانان معرفی کنیم از این گپایی چی دگیش میگذاریم من که در این تاریخ پسانم زیاد علاقه نمیگیرم میشناسیم حکومت های مستقل و چای خوده کلش چندین سال خود از 50-60 سال من در تاریخ افغانستان کار میکنم اما زیادتر که من در این کتاب های قدیم علاقه گرفتم که در اونجا غلط یه ریشه های خواهد پیدا کنم بله آه بیدید تشکر کنیم شما بسیار 1400 کیلومتر را سفر کنیم که امروی ما بسیار خوشحال شما تشکر و شما کامل استقبال مقبول کردیم و تمام گفتنی ها و یا اندوخته های مرا گرفتیم و انتقالش که یک از اردوهای بود که به جوان ها برسد و ایر شما با اوزه گرفتین و از پیشتان ممنون است انشاءالله که این کار میکنیسته شما خداحافظ شما تشکر از شما بازم بسیار تشکر تشکر بیننده ها و شنونده ها بسیار محترم